بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهر بزرگوارم، آقایون خانم های محترم، از اینکه بار دیگر خداوند متعال بر این بنده حقیر سر و پا تقصیر خودش منت گذاشت تا بتونیم خدمت ملجع نورانی آقا علی ابن مسرزا برسیم و در خدمت مردم شریف شهرستان مشهد باشیم. خدا رو شاکرم. با توجه به اینکه موضوع بحث بسیار مهمی است و اینکه حتما باید مصداق ها هم معرفی بشه، یعنی اینکه اگر بنده فیلمی رو معرفی میکنم فیلم باید نشون داده بشه، با توجه به اینکه این مسئله خیلی وقت میگیره، یعنی جلسه رو بیشتر از 2-3 ساعت میکنه، ما اون فیلم ها رو حذف کردیم. فقط به این بحثش نام فیلم ها و سکانس ها اشاره میکنم، اون دیگه خودتون میتونید بعدن عزیزانی که علاقه به پژوهش دارن برن خودشون بررسی بفرمن. خدمت شما عرض بکنم بحث سینما و اثرگذاریش بر روی انسان خودش یه جلسه مجزاست. بحث روانی این مسئله، تاریخچه شکلگیری سینما، اثرگذاری که داره، اینا همش به کنار، اما واقعا سینما اونقدر اثرگذار، تلویزیون و تصویر اونقدر اثرگذاره که بعضی موقعها شما حتی واژه سحر رو هم برای این استفاده بکنید بیراه نیست. هرچند ما سینما رو هنر هفتم میدانیم، یعنی هنر در میان مردم جهان شناخته شده به عنوان هفتمین هنر، منتها واقعا بعضی از رفتارهای سینما سحرگونه است، یعنی آدم رو سحر میکنه. هنر ویژگیش این نیست که آدم سحر بشه، یک تفاوتهایی داره. خب حالا من نمیخوام زیاد وارد بحث ریشه این بشم، جلسه هم جلسه یه دستی نیست، همینجور اقشار هستن، بحث رو میخوام یه خورده عامیانه تر بیان بکنم. خدمت شما عرض بکنم که اینو قبلا در سخنرانی های دیگه هم گفتم، ما امروز در بحث تصویر در کشور خودمون، در کشورهای خارجی، اصلا هر جا که سینما هست شما میبینید ما دچار یک بحثی شدیم، دچار یک بیماری جدید در بین مردم شدیم که قبلا وجود نداشته. خیلی از مردم با کاراکترهایی که توی یک سریال یا یک توی فیلم هستش همزادپنداری میکنن، یعنی فلان کاراکتر فلان هنرپیشه میمیره توی فیلم، خب واقعا که نمرده اون هنرپیشه، سرمارو گنده است، اون نقشی که ساخته بود نویسنده و کارگردان اجراش کرده بود، اون بازیگر میزانسنش اجرا کرده بود، اون هنرپیشه مرده تو فیلم، واقعا هم نمرده اصل اون آدم. بعد میبینی طرف اینجا گریه میکنه، خب این خیلی عجیبه، شما برای شخصیتی که وجود نداشته و مرده داری طرف گریه میکنه، خیلی عجیبه. یا یک شخصیتی رو میسازن شما طرف میری داری میخنده، همینجوری ازش بپرسی چی داری میخندی، هیچ جواب درست حسابی نداره. بعضیامون دلامون تنگ میشه بر بعضی از سریالا، یا یادمون میفته امشب فلان سریالو داره، خوشحال میشیم، یعنی ما دلبستگی پیدا کردیم نسبت به این مسئله. اصلا تلویزیون تبدیل شده به یکی از اعضای خانواده ما، سر صبح با ما بیدار میشه، شبم با ما میخوابه، معمولا هم صبح از ما زودتر بیدار میشه، چون ساعتی که میذارن مردم میخوان پاشن واسه بیدار شدن دیگه تلویزیون میذارن، یعنی همزمان با ما یه خورده از قبل از ما بیدار میشه ایشون. وقتی هم یه روز تلویزیون تو خونتون برق نباشه، خراب بشه، یه مشکل برش پیش بیاد، انگار طرف باباش خونه نیست، اصلا دلش تنگ میشه، میگه آخ تلویزیون است، آقا هر جوری است باید تلویزیون رو جور بکن. ما عادت کردیم که یک فضای مجازی کنار ما باشه. خب این بد نیست، اینکه آدم تلویزیون داشته باشه، رسانه داشته باشه، استفاده درست بکنه بد نیست، اما شورشو دیگه نباید در بیاره. ما یک مستندی بود، صدا و سیما داشت کار میکرد برای خدمت شما، اصلا در مورد بازی رایانه‌ای، سراغ ما هم اومدن، ما به اتفاق همدیگه رفتیم توی یکی از این کلوب هایی که اصلا برای این کار ساخته شده بود، خیلی حرفه‌ای بود، ثبت شده بود، رفتیم اونجا، مثلا افرادی رو به من نشون میدادن که شب روی میز همونجا میخوابیدن، انقدر اعتیاد به بازی داشتن. اصلا یکی از این بچه‌ها بود انقدر با این کیبورد کار کرده بود، انگشتاش یه فرم خاصی گرفته بود. سینما دو تا نظریه در موردش وجود داره، خوب دقت بفرمایید. برخی معتقد بر این هستن سینما چون ذاتش مال غربی هاست و مال اون طرفی هاست، به هیچ وجه من الوجود شما نمیتونید ازش استفاده درست کنید. یه نظریه است، ما هم اینجا بنا نداریم رد یا تایید بکنیم، میخوام بگم آشنا باشید. مثلا شما شنیدید همین جناب آقای فراستی که تلویزیون میان نقد میکنن یه سری فیلم ها رو، بارها ایشون تو همین برنامه هفته هشته چیه اصلیش، مسخره کردم، ما هم قاطی کردیم دیگه، تو این برنامه هفت ایشون میاد اشاره میکنه که سینما مدیوم دین نمیتونه باشه،
یعنی شما مسائل دینی رو با سینما نمیتونی انتقال بدی، چون اصل این مال شما نیست، مال غربیاست. یه سری مثال هایی هم میزنن، مثلا شما توی شعر حافظ میگه مثلا نمیدونم جام باده، های جام باده کلی مضامین عرفانی داره، یعنی بسیاری از مضامین عرفانی که توی عرفان شیعه هستش، توی عرفان اسلامی هست، طرف با یه کلمه حافظ با به عنوان جام باده اومده اینو استفاده کرده. اینو تو سینما اصلا نمیتونیشون بدی، چون سینما مدیوم و وسیله این نیست که شما دینو معرفی بکنی. سینما مدیوم معرفی خشونته، مدیوم معرفی سکسه، مدیوم معرفی تخیله. این نظری است از این جهت. یک نظر دیگه هم هست وجود داره که میگن نه خیر، این هم یه ابزاره، هر جوری بخوای میتونی ازش استفاده کنی. آقا اصلا کاری نداره، یکی از کارگردانه خوبه هالیوودو بردارید بیاد ایران فیلم دفاع مقدس واسهتون بسازه، یا یک فیلم بسازه که همه باید بزنن کنار. هر دو تای این نظرها اگه بخوای خیلی محکم و یک جا شما ببینی و 100% بخوای ببینی، حرف توش داره. یعنی واقعا باید یک نگاه درست، بله در این که اون ریشه کاملا غربی داره، اون طرفی است فلان، ما بحثی نداریم، اصلا مال اوناست این هنر، اونا آفریدنش، اونا معرفی کردن به دنیا. اما این به این معنی نیستش که حتما ما نتونیم ازش استفاده بکنیم. شما میبینید که در قرآن در مورد حضرت سلیمان میگه که محاریب، محرابها و تماثیل، تمثالها میساختن. یعنی حضرت سلیمان دستور میداده مجسمه سازی میشده، کار تصویری صورت میگرفته، و اون مجسمه بت که نبوده. قطعا مردم وقتی میدیدن پیغمبر خدا دستور داده، یه چیزی بوده که مردم یاد خدا مینداخته. پس ما از هنرهای تصویری میتونیم استفاده کنیم. فیلمی که آقای سلحشور ساخت با عنوان سریال حضرت یوسف، من نمیدونم خودشون خبر داره یا نه، یوسف پیامبر رو تو مصر عربیشو میگفتن یوسف الصدیق، که این قبلا تو بازار پخش شده، اما تلویزیون دولتی مصر در چند وقت قبل از این جریان بیداری اسلامی اینو پخش کرد در مصر. وزیر جهانگردی مصر رسما اعلام کرد سریال یوسف الصدیق از الطاف خفیه الهی برای بیداری اسلامی در بیداری اسلامی مردم مصر بوده. چرا؟ چون نشون میداد که دین میتونه حکومت کنه. نمونهش حضرت یوسف. خب ببین اثرگذاری رو، چقدر شما باید کار خبری بکنید، چقدر شما باید مقاله بنویسید، پژوهش کنید، چه میدونم کلی فستیوال و امسالان برگزار کنید، یه فیلم سینمایی میاد این کار انجام میده، یک سریال درست میاد این کار انجام میده. تازه سریال حضرت یوسف کلی ضعف داشته که باید برطرف هم بشه. پس این اثرگذاره. اما اون چه که ما امشب میخوایم در موردش بحث بکنیم ویژه در مورد هالیووده. هالیوود بنگاه سینمایی و تولید فیلم، که چه عرض کنم، تولید فکر صهیونیسم جهانیسم به معنی واقعی کلمه. ببینید در این که هالیوود دست یهودیاست در امریکا هیچ کی شک نداره. مسئله جدید هم نیست، بارها گفتیم. همین مارلون براندوی معروف که جایزه اسکار گرفت، ایشون چندین سال پیش وقتی یک مجری ازش پرسید نظر شما در مورد هالیوود چیه، ایشون گفت هالیوود owned and run by the Jews، هالیوود مال یهودیاست، توسط یهودیام اداره میشه. بعد یه بلایی سر این بدبخت آوردن، در کمتر از 48 ساعت نمیدونم 24 ساعت اومد رسما عذرخواهی کرد. خب ببینید یک اثری داره. قرآن یک نکته ای رو در مورد یهودیان به ما معرفی میکنه، این که میگم یهودیان اون بداشون رو میگم، مؤمنینشون کار ندارم، اونا سلمنا رو تخم چشم ما جا دارن. اما قرآن اون بدای اینا رو که داره معرفی میکنه، نخاله هاشون رو که داره معرفی میکنه، میگه اینا استاد تحریف کلمن. یعنی یک کلمه رو شبیهش رو پیدا میکنن، عمدن یه جوری استفاده میکنن که دو سه جور معنی بده. یحرفون الکلمه عن مواضعه. اینها میومدن مثلا به پیامبر میگفتن، عربا که میشستن با حرف پیامبر، پیامبر که صحبت میکرد، قرآن براشون میخوند یا نصیحتشون میکرد، اینا میگفتن که راعنا یا رسول الله، مراعاتمون کن، ما گیج شدیم. پیامبر توضیح بیشتری میداد. اینا میومدن میشستن، راعنا یعنی مراعاتمون کن، همین کلمه رو یهودی ها میگفتن، میگفتن راعنا، به پیامبر میگفتن، یهودی شمال مدینه. اما قرآن آیه اومد، وحی اومد، آیه اومد، هستش تو قرآن، برید بخونید، که به مسلمان گفت دیگه از این بعد نگید راعنا، چون اونا دارن سوء استفاده میکنن. اونا راعنا رو به یه معنی دیگه میگن که معنی خیلی بدی میشه، توهین میشد به پیامبر، به معنی ای سبک سر ما. ببینید یک کلمه رو عمدن یا با یک اختلاف جزئی در املای کلمه اینو استفاده میکنن. همین خود هالیوود کلی بحث در موردشه. هالیوود اینطور که اسپل شده اینجا برای شما نشون دادم، معنیش وود یعنی چوب،
هالی هم یعنی راش، چوب درخت راش. یه نوع چوبیه، مثلا چوب درخت افرا سپیدار، یکیش هم چوب درخت راش. خب چه دلیلی داره آدم بیاد برای یک بنگاه سینمایی به این بزرگی؟ که این آماری که دارم بهتون میگم تازه قدیمیه، سالانه 1000 فیلم داره تولید میکنه، 78% سینماهای جهان تولیداتشون از هالیووده، ببخشید نمایشاشون نمایشای هالیووده. یعنی عملا فیلم دنیا در دستان اینهاست. چه دلیلی داره بده اسمش بذاره چوب درخت راش؟ اون یه داستان سرایی هم کردن، گفتن آقا این نه اونجا جنگل‌های درخت راش بوده و فلانه. اما در حالی که شما یه خورده با یک ال کم و زیاد کردن این میبینید میشه هالیوود، یعنی چوب مقدس. چوب مقدس همان عصای حضرت موسی است. ببینید چه جوری اعتقادات خودشونو میارن. یک ضرب المثلی دارن امریکایی‌ها، میگن که مردم امریکا میرن تا عقاید یک کارگردان رو در سینما ببینن. یعنی وقتی شما میخوای بری یه فیلم ببینی، میخوای بری مثلا فیلم جیمز کامرون رو ببینی، میخوای ببینی این آقای کامرون عقیدش چیه در مورد فلان مسئله. بعد خود همینا اینو میگن، میگن ما آمریکایی‌ها میریم سینما تا ببینیم کارگردان چی میگه، یهودی‌ها میرن سینما تا عقاید خودشون یه بار دیگه مرور کنن. یعنی خودشون هم قبول دارن مثلا هالیوود شیشتون دست اوناست. کسی هم بخواد تو این مسیر بیسته جلوی اینا، چنان حذفش میکنن که نفهمه کجا خورده، چون تمام عرصه اونجا دست خودشونه. اسرائیل از سرباز امریکا تبدیل شد به سربار امریکا. امروز شما یه خبری شنیدید خیلی عجیب غریب بود، خیلی از تحلیلگرا نمیتونن تحلیلش کنن، که چی؟ این جناب آقای عربستان، این آقای ملک عبدالله گور به گور شده، خدمت شما زنده است ان شاء الله گور به گور بشه، ایشون رسما اومد گفت اسرائیل اگه بخواد از خاک ما استفاده کنه علیه ایران، ما هواپیماشو میزنیم. همه تعجب کردن این با دشمنی که در مورد ایران داره، در مورد این بحثا، این چرا این کارو داره میکنه، چرا این حرفو داره میزنه. بعد کاشف عمل اومد، برخی از تحلیلگرا گفتن که امریکا به عربستان گفته اینو بگو. چرا؟ چون امریکا میترسه. مثال دارم میزنم، میخوام یه مثال، یه مصداقی که تو مسائل سیاسی مطرح شده، میخوام با هم پیش بریم تو بحث جا بیفته. آمریکا اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه، بعد امریکا رو بندازه جلو، خودش بره عقب. آمریکا میبینه فعلا تو این مشکلات و با اصلا توان حمله به ایران نداره، تمام عراق و افغانستانش گیر کرده با این مشکلات اقتصادی که داره، اون 14 15 تریلیون دلاری که رو دستش باز رو دستش مونده بدهی، نمیدونه باید چیکار کنه، هیچ علاقه به جنگ با ایران نداره، میترسه از اینکه اسرائیل اینو به جنگ بندازه، مجبورش کنه. ببینید از یه طرف نمیخواد به جنگ، از یه طرفم میدونه که اگه اسرائیل وارد جنگ بشه، اینقدر اینا نفوذ دارن توی سردمداران امریکا، مجبور میکنه امریکا رو وارد جنگ بشه. قبلا از این کارا کرده. به خاطر همین آمریکایی‌ها به عربستانی گفتن تو بگو اگه حمله کنی ما هواپیماتو میزنیم. ما ببینید از سرباز تبدیل شده به سربار. هالیوود امروز شده زبان اینها. شما فیلمای اینا رو بررسی میکنی، آخرین مدل فکری که صهیونیست‌ها تو دنیا دارن فیلم میشه، بعد این جایزه اسکار میگیره. تمام این جایزه‌هایی هم که چیدن، شما بیاید برید بررسی بکنید ببینید به کدوم فیلم‌ها جایزه میدن، واقعا یه بررسی بی‌طرفانه بکنید. جشنواره‌های بین‌المللی که دست اینهاست، یکی از کارگردانای ایرانی یه فیلم خیلی خوب می‌فرسته برای یکی از جشنواره‌ها، مسئول اون جشنواره پاسخ میده. ببینید چی؟ مسئول اون جشنواره پاسخ میده به این آقا، به این کارگردان، فیلمت خیلی خوب بود اما نمیتونیم تو بخش مسابقات واردش کنیم، چون تو توی فیلمت نشون دادی ایران بزرگراه داره. اگر میرفتی توی دهاتی یه الاغی داشت میرفت و یه چه میدونم یه قاضی میپرید و یه گربه، دیدید این فیلمایی که میسازن دیگه تو بیابون و بر بیابون و بدبختی و بیچارگی، از اینا بسازی جایزه تضمین شده است. بعضی از این توریستایی که میان ایران، ما باهاشون صحبت میکنم، میگم نظر چیه؟ راستشو بگو. یه چیز خیلی عجیب میگن. میگم مثلا باورم نمیشه مثلا ایران اینجوری باشه. ما فکر میکنیم خب بریم توی کوره دهات. بعد از یه طرف میخوان مثلا بیان بحث هسته ایرانو بزنن. میان چیکار میکنن؟ میگن آقا ایران داره بمب اتم درست میکنه. این مردم اون طرف بندگون خدا گره میخورن. میان اینو اگه هیچی ندارن چجوری تونستن برسن مثلا خودشونو برسونن به مثلا بحث دانش هسته‌ای، سلولهای بنیادی و فلان این بحثا. فلزو میخوام بگم که سینما امروز بحث اینترتینمنت نیست، بحث تفریح نیستش که آقا بگی یکی قصه کلثوم ننه تعریف کنه بقیه هم بشینن گوش کنن. نخیر، یک ابزار برای الغای تفکر. ما 3 سال پیش فیلم 2012 رو نقدش کردیم،
تو اون فیلم گفتیم نگاه کنید ببینید بحران اقتصادی دنیا رو میگیره، شد یا نشد؟ این آقای رولند امریش یهودی صهیونیست هم جنس باز توی فیلم خودش گفت دنیا رو مشکلات اقتصادی میگیره یا نه؟ گفت راهکار و راه حل چینه یا نه؟ اون کشتی نجات که کشتی حضرت نوحه شما تو چین ساخته میشه، اینا کجا خبر دارن؟ در 11 فیلم هالیوودی آخرالزمانی، در 11 فیلمی که در حوزه آخرالزمان ساخته شده بود و قبل از 11 سپتامبر بود، برجا همیشه میخورد. اینا علم غیب داشتن اون برجا میخواد خراب بشه؟ خب این عادی نیست. این هالیوود با این تشکیلات و گستره امروز، یعنی به جرئت میتونم بگم بعد از سال 2011 و اتفاقات 11 سپتامبر، تمام قد آمده تو حوزه آخرالزمان. امروز دیگه دارن برای امام زمان من و شما فیلم میسازن بدون هیچ ابایی. ترسیدن. چند وقت پیش شبکه فاکس نیوز که این بچهای کانون مهدویت دانشگاه فردوسی همین شهر زحمت کشیدن، اینو زیرنویسش هم کردن، حالا به وقتش انشالله بیرون خواهد آمد، رسما یک برنامه گذاشت این آقای جی بی مجری یهودی این شبکه. عنوان این برنامه این بود 12 امام، امام 12. توی این فیلم، توی این مستند، توی این برنامه زنده تلویزیونی که از کارشناسا استفاده میشد، موارد متعدد سند 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 که آقا بدبخت شدیم بیچاره شدیم، بپایید بیدار اسلامی رو بگیرید که وگرنه از دل این وقت امام 12 بیرون نیاد. آقا همه چی بر تا مونوریل قم هم بررسی کردن تو این برنامه، سری برنامه‌ای که ساختند. فضای آخرالزمانی که هالیوود و دستگاه رسانه‌ای یهود و صهیونیسم داره طراحی میکنه رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. من خیلی گذرا عرض میکنم، اگه نه تک تک اینا به خدا ده ها فیلم داره. یه 2012 مثلا 3-4 ساعت نقدش طول کشید، شما فکر کنید آدم بخواد این کارو کنه میشید ماها وقت میگیره از ما. چون برخی این فیلم ها رو دیدن، من فقط اسم میبرم تو ذهنتون تداعی بشه ببینید چطوره. اولین نوع آخرالزمانی که اینها تبیین میکنن آخرالزمان تکنولوژیکه، یا آخرالزمانی رو نشون میدن که تکنولوژی که کی به وجودش آورد؟ خود من، خود بشر. ما خالق تکنولوژیم، کامپیوتر ما ساختیم، ربات ها رو ما طراحی کردیم، لامپ ما اختراع کردیم، برق ما کشف کردیم. اون چیزی که ما خالقشیم علیه ما میشوره، قیام میکنه. فیلم های متعدد هالیوود ساخت که یک آخرالزمان تکنولوژیکی رو مشخص میکرد، نشون میداد تو این نوع از آخرالزمان تکنولوژی که خود بشر ساخته بود میشورید علیه ما و میخواست ما رو از بین ببره. به عنوان مثال شما ترمیناتور 1, 2, 3 تمام اینها بحثش همینه که اون منجی، دقت بفرمایید، این شبکه ربات ها که تونستن دنیا رو از دست انسان ها بگیرن، یعنی آدم ها یه ربات های خلق کردن که خودشونو میتونن تعمیر کنن. دست این بازوی ربات قطع میشه، خودش دلر برمیداره که دستشو ترمیم میکنه، هیچ نیازی دیگه به ما ندارن. اینها میخوان انسان رو نابود بکنن. بعد فهمیدن یک بچه یک توانایی خاص داره، این بچه بیاد میتونه اینا از بین ببره. تمام دعوا سر این بچه هست، سر این منجیه. یعنی یک آخرالزمانی که علمی که ما خودمون استفاده کردیم علیه خودمون شوریده و اون منجی میخواد بیاد. اون منجی شما شک نکن هیچ وقت از توی کشور شرقی یا اسلامی بیرون نمیاد. اون منجی باید یک استایل و یک تیپ امریکایی داشته باشه. شما یه منجی نشون بدید اینو از کشور شرقی آورده باشن، از کشور اسلامی، عمدتاً امریکایی منجی با یه سر و وضع خاص امریکایی، یعنی موهاش بور باشه فلان به همان، یعنی تیپش هم تیپ اروپایی غربی، نه که اروپایی، غربی، خاصتاً امریکایی باید باشه. اینا خودشونو میبینم یا منجی دنیا ماییم. این علم رو شما نمیتونید جمعش بکنید، این خیلی پیچیدگی ها داره، فقط ما میتونیم جمعش بکنیم. مرد عنکبوتی در همین راستاست، تکنولوژی که علیه آدم میشوره و اون منجی باز یک امریکاییه. یه آدم دست با چلفتی شما میبینی کتک میخوره توی محل تحصیلش،
یا یک اتفاقی میفته بعد از اون این یه رشدی میکنه و میاد همه رو نجات میده. شما توی مرد عنکبوتی دو میبینید مثلا اون محور شرارت یک چیز رباتگونه است، سوار یک وسیله میشه، با اون پرواز میکنه، تکنولوژی در خدمت اونه. این یه نوع آخر الزمانه. به کرات شما دیدید، ببینید بحث بنده اینه، این فیلم ها رو شما تحلیلش بکنی، طرف نگاه بکنه، خب هر چند بازم من قائلم اثر ناخودآگاه داره، ناخودآگاه یه چیزایی در درون شما میکاره، در این شک نکنید، اما وقتی تحلیل بشه از ناخودآگاه شما بکشی به خودآگاه، این رو طرف میتونه در مقابلش بیسته. یعنی دیگه توی فیلم غرق نیست، از بالا نگاه میکنه مسئله رو، مسئله کنترلش میکنه. این اهمیت داره. امروز شما بیا بگو آقا نه مرد عنکبوتی نگاه نکنیم، با تو اینترنت پره، میره طرف دانلود میکنه نگاه میکنه. شما اصلا به همین خداوکیلی فکر بکنید اینا کیان که هر فیلمی رو به محض اومدنش دارن زیرنویس میکنن برای شما. برید یه زحمت بکشید یه برگه آچار بدید براتون ترجمه کنن، یه تحقیق دانشجوی انگلیسی رو بدید براتون ترجمه کنن، ببینید چه هزینه ازتون میگیرن امروز دارو ترجمه. بعد تازه میدونید دیگه نوشتار ترجمهش خیلی راحت تر از گویشه، شما لیسینینگ باید قوی باشه، این کلمه ها رو با لهجه امریکایی خاص بشنوی، فلان فلان اینا رو ترجمه کنی. این کیه که دلش به حال من و شما سوخته؟ دایه مهربان تر از مادره برای من و شما. اصلا فیلم میاد از اون زیرنویسش هم میاد، یه نفر یه گروهی کامل میذاره تو اینترنت، حجمی هم نداره، به سادگی طرف دانلود میکنه نگاه میکنه. فیلم 2012 200 میلیون دلار هزینه شد، 167 میلیون دلار فروخت، یعنی خیلی کمتر از هزینه ساختش. که یک صنعت بود فیلم 2012، چون جلوه های ویژه عجیب غریبی که اصلا آدم نگاه میکرد مبهوت میشد، سحر میشد، میخکوب میشد با تلویزیون. اما کارگردانش این آدم صهیونیست که به همجنسبازی هم معروفه، بشکن میزد در خوشحالی. برای چی؟ این پولش جای دیگه هماهنگ شده واسهش. میگه مهم اینه که توی چهارراه‌های شهرهای جهان سوم اینو بفروشن، این باید فروش بره، این برای من مهمه. به اینا فکر بکنید. امروز دنیا اقتصادیه. امروز شما برید توی کشور غربی ورداری ماشین طرف هول بدی، میگه از من چه تقاضایی داره، داره ماشینمو هول میده، وگرنه خول که نیست به من کمک کنه که. نگاه اونجا نگاه یک نگاه یوتیلیتاریانیستی، این نگاهیه که سود توش معنا داره، واسه پول همه کارا داره اتفاق میفته. شما سیاست‌ها اینا رو می‌بینید، وقتی منافع ملیشون پول براشون داشته باشه از این کشور دفاع میکنن، منافع ملیشون به خطر بیفته پول براشون نداشته باشه سری میزنه زیر تمام تعهداتشون. اصلا و ابدا نوع سیاست ما، سیاست ماکیاولیستی اینها با سیاست اخلاقی اسلام جور نیست به هیچ وجه. اینا برای چی باید من تو پول خرج کنم؟ به همین فکر کنید. شبکه فارسیوان عزیز من، شما بری اونو نگاه بکنی، نه تو رو تو گوره من میذارن، نه منو تو گوره تو میذارن، خیلی رک دارم با صحبت میکنم، هیچی از من کم نمیشه. شما اونو نگاه کنی، شبکه سیاسی هم که نیست دیگه بگم برو نگاه کن راحت بش فلان ها. من خطر شبکه های مثل فارسیوان و جم و امثال و همو از بی بی سی فارسی بیشتر میدونم. ما امروز توی دادگاهامون تو بحث طلاق یک نوع از طلاق جدید به وجود اومده که تحت تأثیر اینا بوده. اینا پژوهشگرای حوزه علوم اجتماعی دارن میگن. دانشجو اومده پیش خود من میگه دومادمون همشیرمو طلاق داده، دومادمون خواهرمو طلاق داده. آقا خب چیکار من بعد ریش سفیدی کنم این مثلا؟ گفت نه با طلاق گرفتن تموم شد رفت. میگم بعد چی؟ میگه هیچی. میخواد گفتم برو به بقیه بگو. گفتم چی برام بگم؟ گفت این دومادمون توی دادگاه قاضی گفت واسه چی میخواد طلاقش بدی؟ بلند شو گفت من زندگی رو از ویکتوریا آموختم. عجب، برای اون داره شده الگو دیگه. خب این آیه قرآن پس چی میشه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی تو رسول اللهه. خب میاد میشه الگو. آقا چی شده که اون بابای صهیونیست صاحب شبکه فارسیوان رابرت مرداک یهودی استرالیاییه، یک ابرقول رسانه‌ای، چی شده عاشق چش ابروی من تو شده اومده فارسیوان برامو زده؟ دلش میسوزه، گناه داریم، زیرنویس نمیتونیم بخونیم، نمیشه فیلم زیرنویس آدم دوبلن بکنن برامون. توی طرح و برنامه این آدم تا فارسی 6 رو هم در نظر گرفته، تا 6ش هم میخواد بزنه. برای چی؟ برای چی پولشو خرج کنه؟
این همه فیلم ها، خرید اینها، دوبله اینها، این شبکه ماهواره‌ای که میخواد این فرکانس ها رو بفرسته، کلی هزینه داره عزیز من. یه صهیونیست که تو حوزه مالی یه قطره آب از دهن اینا از لا انگشتاشون به چی که با زبون جمعش میکنن، چیشو داره من برای تو پول خرج میکنم؟ شبکه نشنال جغرافی مال همین باباه، مال همین آدم یهودیه، شما اینو نمیبینیش، پشت پرده است. تو نشنال جغرافی میاد میگه خلیج عربی، یه شبکه دیگه داره به اسم فارسیوان میاد میگه فارسیوان، بالاخره عربی یا فارسی؟ میگه تو درگیر خودت باش، این مهمه. اومدزمون به جون هم مسلمان میفتن به جون همین، بگید آی خلیج فارس، میگه نه خیر عرب، اون فارس عرب، فارس عرب. دعوا اینجا نی، دعوا این بود که فارس و عرب یکی باید میشدن، اون یه جلسومه فسادی مثل اسرائیل تو منطقه نباشه. ببینید به محض اینکه بیداری اسلامی به وجود اومد، دیدن مردم کشورهای اسلامی ریختن سفارتاشون رو گرفتن، ببینید چیکار کردن، ما رو درگیر خودمون کردن. یک مسئله در سوریه به وجود آوردن، جنگی در اونجا در گرفت، امروز عربستان میگه سوریه نباید باشه، قطر و عربستان کیجا میگه سوریه نباید باشه، با ترکیه، یعنی کشور اسلامی دارن به جون هم میفتن، اسرائیل داره اون وسط نفس راحت میکشه. اون اصلی که 300 تا بمب اتم داره، 200 تا 300 تا کلاهک اتمی داره، میگن نمیدونم 5 تا یا 15 تا، خاطرم نیست، برید خودتون تحقیق، کلاهک اتمی یا موشک اتمی یا بمب اتمی یه جا منفجر بشن کره زمین از مدار خارج میکنه. دیمونای اسرائیل برید تحقیق بکنید، به علت اینکه امنیت نداشت بسیاری از ساکنان حتی خود یهودی همونجا هم دچار بیماری هایی شدن، تششعاتش داره درز میکنه. این ندونستن، نشناختن مرزها، نشناختن دشمن، مشکل به وجود میاره بر طرف. عزیز من چرا باید یه چیز تجربه کنیم؟ باید بگذره تا ننه بابا بفهمن بابا این سریال داره باعث میشه این بچه دچار بلوغ زودرس بشه. هنوز بلوغ جسمانی پیدا نکرده، به لحاظ فکری مسائل جنسی رو میفهمه، این بچه داغون میشه. بعضی از این بازی های کامپیوتری که تو کشور ما بچه 13 ساله هم میره میدیگه بازی بده، اونم بهش میده روش هم زده به علاوه 25، به خدا مادی من دیدم روش زده به علاوه 25، بچه 10 ساله اومد گرفت رفت. برید شما تو امریکا ببینم یک بچه 10 ساله میتونه بازی که روش زده باشه به علاوه 11 رو بخره؟ نمیذارن به هیچ وجه من الوجو. باید سال تولدش نشون بده یا با خانوادش با والدینش بره نگاه بکنه. نه حواسمون باشه، بعد یه مدت بگذره بعد خانواده‌ها بفهمن بگن ای راست میگه، نذار این بچه‌هامون اینا رو نگاه بکنن، ضرر داره. مثلا بچه کوچیکو چه به مباحث عجیب غریب زناشویی که تو این سریالا داره رد و بدل میشه حرفاش. آخر زمان دومی که اینا تو فیلماشون دارن طراحی میکنن، آخر زمان طبیعیه که توی این نوع آخر زمان دنیا داره به پایان میرسه، یه منجی میخواد ظهور کنه اون مشکل رو برطرف کنه. مشکل چیه؟ مشکل این دفعه طبیعیه، سیل اومده، آتش فشان داره فوران میکنه، یک زلزله عظیم میخواد بیاد، یه گسلی فعال شده، مورچه ها حمله کردن. بعد دیدید اینا رو دیگه، آقا میخوان همه دنیا رو نابود بکنن. تو خود 2012 آخر از نوع آخر زمان طبیعیه، فیلم 2012 آب کل کره زمین رو میخواد بگیره، از آسمون داره شهاب سنگ میباره. منجی اینجا کیه؟ منجی اون پسر کوچولو است که کشتی که میخواد بلند بشه، اون کشتی بزرگی که ساختن توی چین، درش بسته نمیشه. این بچه کمک میکنه از لای چرخ دنده اون سیمی که رفته گیر کردن میکشن در بسته. اسم اون پسره هم تو فیلم گذاشته نوح، خیلی جالبه. کشتی که همه رو نجات میده یه پسر بچه، منتها این پیغمبره، این پسر کوچولو، این پیغمبری که هالیوود داره معرفی میکنه، مردم رو بر مبنای دین سوار کشتی نکرده، بر مبنای چی سوار کرده؟ مایه دار بودن، فقط پول داره میتونه سوار شه. توی این آخر زمان طبیعی این همه دادار دودور، آی 2012 میخواد فلان بشه، یک شهاب سنگ UB313 میخوره اینجا. به همین اسم شما دقت بفرمایید، UB313، 313 تعداد یاران امام زمان میره میچسبونه کنار اسم یک سیاره خیالی که میخواد به زمین برخورد بکنه، آقا کل کره زمین رو خواد نابود کنه. شما همین هی داره به شما کد میده، کد میده، کد میده که اونی که میخواد بیاد منجی تو باشه میخواد داغون کنه کره زمینو. آخر زمان مدلش میشه آخر زمان طبیعی. تا دلتون بخواد از این جور فیلم ها هم ساختن، به عنوان مثال فیلم های آرماگدون 1977، هارمجدون 1983، دنیای آب 1995،
و شمارش معکوس به سمت آرماگدون، کانت داون تو آرماگدون و امثال اون فیلم 2012. این آخر زمان طبیعیه. توی اینجا هم همیشه منجی اروپاییه، عذر میخوام، یا امریکاییه، عمدتا یا امریکایی، یو این موفق میشه کل کره زمین رو نجات بده. این یعنی آقا فقط به ما توجه داشته باشید. هم چند وقت پیش این شبکه نمایش اون یه فیلم گذاشته بود، فیلم هندی گذاشته بود، بالیوود، یعنی به قول خودمونی بگم آخر خالی بندی بود. از طرف از فاصله 5 متری به این تیر میزد، بعد اسم فیلم یادم رفته، این با یه خنجری دستش بود اینجوری میزد، تیر که میزد جلوی تیرا رو میگرفت، به خود خنجر باریک، یعنی چه سرعت عملی داشت، تیر رو میدید و فلان اینجوری شد. بعد شما اینو قیاس بکنید با فیلم ماتریکس که تو اونجا هم با اون تیراندازی میشه، اونجا اون خنجر تکون نمیده، خود بدنش رو تکون میده، قایم میشه لای میکشه، یعنی آخر خالی بندی. منتها اینه چیه، هالیوود چون خوشگل خالی میبنده، من شما باور میکنیم، یعنی من این فیلم بالیوود دیدم حالم داشت به هم میخورد، میخواستم فقط سری کانال عوض کنم رد بشه. اما میبینم اون فیلم ماتریکس رو میسازه، آدم میشه نگاه میکنه. ببینید اینو میخوام بگم، کاری که اتفاقی که توی ماتریکس افتاده خالی بندیش بیشتره، اون کل بدن رو حرکت داده، فقط یه دست، خب معلومه سرعت عمل دست بیشتره، اما میگیم نگاه کن والا. یا این آمیتاباچان یه فیلمی بود چند وقت قبلا نشون میداد، یه جیپ پلیس داشت میومد سمتش، این آقای آمیتاباچان یه دونه از این چوبای بیسبال برداشت، ماشین اومد جلوش و اینم نامردی نکنه اینجوری محکم زد جلو ماشین و ماشین 6 تا ملغ زد پرت شد با چوب بیسبال، ماشین رو چپ کرد. بر پدر آدم دروغگو. خدمت شما عرض بکنم که شما همینو میبینید توی فیلمایی که خدمت شما عرض کنم غربی‌ها ساختن، عین همین صحنه رو داری، ماشینه میاد، این دفعه این قهرمان، این کاراکتری که توی فیلم‌های هالیوودی می‌بینی با مشت میزنه ماشین رو چپ میشه. خب معلومه خالی بندی بیشتره، اما چرا اینو خوشت میاد نگاه می‌کنی؟ میگه چون خوشگل دروغ میگن، یعنی دروغم قشنگ میگه، شکیل دروغ میگه، با لعاب دروغ میگه. عین آیه های قرآن داره برای من زنده میشه. شیطان استاد زینت دادن یه چیزی که مبنا نداره و ماهیت نداره. زین لهم شیطان اعمالهم، شیطان زینت میده. مزخرف چیز خوبه یا بدیه؟ نمیشنم بعده میگن مزخرف در زبان عربی یعنی طلاکاری شده، یه چیزی که لعاب طلا داشته باشه، لایه طلا داشته باشه، میگن مزخرف. این بد شد، یعنی میخواد بگه چیزی که درون مایه نداره فقط خوشگلی داره، آب طلا، بهش میگن مزخرف تو عربی. این مزخرف این فیلم ها به معنی واقعی کلمه مزخرفه، یعنی معنی درست، معنا شناسی بکنه آدم، ترمینولوژی بکنه، اتیمولوژی بکنه، میگن این اصلا خود همین مزخرفه که میگن همینه، اما بلد این کار بکنه. نوع دیگه از آخرالزمان، آخرالزمان دینیه. توی این نوع آخرالزمان شما دیگه با دایناسور رو نمیدونم تکنولوژی با این چیزا درگیر زیاد نیستی، اگرم اونا باشن یک ماهیتی داره که مبنای دینی داره. عمده این فیلم ها مبناش مبنای یهودی مسیحی داره، یعنی کتاب مقدس به عنوان بایبل شامل دو بخشه، عهد قدیم و عهد جدید. عهد قدیم و یهودی ها مال یهودی هاست، عهد جدید خاصتا مال مسیحی هاست. البته مسیحی ها کتاب یهودی ها رو هم قبول دارن، یعنی یک مسیحی مؤمن باید تورات رو قبول داشته باشه، چون حضرت عیسی توی انجیل گفته من تورات رو قبول دارم. بعد خیلی عجیبه، یک مسیحی مؤمن اگر تورات رو قبول داشته باشه قطعا تایید کرده که نعوذ بالله حضرت عیسی زنازاد است، یعنی یک پارادوکس های اینا دارن، اصلا تعجب میکنم چجوری دین میارن، ایمان میارن. رسما اومده فرزندان فلان قبیله اینا هیچ کدوم لیاقت پیغمبری ندارن، اینا زنازادن فلان. بعد توی آیه دیگهش گفته حضرت عیسی از این قبیله به دنیا اومد. توی آخرالزمان دینی بنده به عنوان یک فردی که حالا تو حوزه صهیونیسم یه نیمچه تخصصی دارم و کتب اون طرفی رو بررسی میکنم، فیلم مثل ارباب حلقه ها عموم دیالوگ هایی که گفته میشه عین آیه های کتاب مقدسه، یعنی عین شها مو نمیزنه، همون دیالوگ آورده گذاشته، اسمایی که استفاده شده، اون چاهی که استفاده شده، اون اژدهای بالداری که میاد، همه اینها در کتاب مقدس ریشه داره. یعنی شما ببینید بر یک دین تحریف شده اینا چقدر استوارن، هیهات بر این هنر، کاری که ما داریم انجام میدیم. حضرت امیر فرمود دیگه، گفت شما در حق خودتون متفرقید، اونا تو باطل خودشون متحدن.
یه چیزی که هیچ مبنای درست حسابی نداره. تمام زبانشناسان تحریف رو تایید کردن، عموم زبانشناسا حداقل بگیم، زبانشناسای منصف اومدن گفتن این کتاب قطعا تحریف شده. هزار سال فاصله کلماتی تو این کتاب هست. میدونی یعنی چی؟ یعنی یکی که میاد کتاب ابوالفضل بیهقی رو میخونه، ادبیاتش یه جوریه که وقتی من و شما توی دبیرستان کتاب ابوالفضل متن ابوالفضل بیهقی رو میخوندیم، تاریخش مال هزار سال پیشه دیگه، تاریخ بیهقی، وقتی میخوندیم چی میشد؟ معلمم میگفت زیر فلان کلمه بنویسید این. آقا سعایت یعنی زیراب زدن، این یعنی چی؟ بعد برام بنویسه وگرنه گیج میشیم دیگه. معلم ادبیتون بهم میگفت یه نفر امروز بیاد برای شما شعر نو بگه یا به زبون عادی محاوره مطلب بنویسه، کاملا میگه این مال الان، اون مال 1000 سال پیشه، این مال 400 سال پیشه. زبانشناسان بررسی کردن میگن بابا این نویسندش حداقل چندین نو زبان داره میبینه، تو تاریخ هر کی اومده یه چیز اضافه کرده واسه خودش، که خیلی وقتا هم اینها با هم تضاد هم داره، پارادوکس هم داره. این ایرادات رو وقتی اومده فیلمز کرده. ببینید حالا که این هست، من حالا چه نظریه اون کسایی که میگن از بیخ و بنیان سینما خرابه، چون کسایی که میشه استفاده کرد، بابا حالا که این ظرف از تو استفاده نکنی که دیگه استفاده میکنم، بیا لااقل تو به نحو احسن استفاده کن. این آخر زمان دینی خیلی خیلی عجیب غریبه، فیلم های متعدد اینها ساختن. علل خصوص بگم این آخر زمان دینی که مطرح میکنن بیشتر عهد عتیقیه، یعنی توراتیه. توی مسیحیتش بیشتر کتاب مکاشفات یوحنا مد نظره، بیشتر مکاشفات یوحنا، خیلی علاقه دارن به این کتاب. مثل جنگیر 1 و 2 و 3، فیلم جنگیر مبنای دینی داره. شما اصلا همین فیلم رو دقت بکنید، شروع فیلم جنگیر که یه فیلم پرفروش شد و میگفتن آی نمیدونم چند نفر تو سینما موقع اکران این سنکوب کردن انقدر ترسناکه فلان به همان رو یک شلوغش کرده بودن زمانی که این فیلم اومده بود. جنگیر وقتی آمد شروع این فیلم با اذانه، اصلا فیلم شروع میشه همینجوری اذان داره پخش میشه، تا حی علی الصلات هم همینجوری اذان کش میده. یک نینوا رو داره نشون میده، شهر عراق، حکومت آشوریان بوده، یک کشیش غربی که اتفاقا پدر روحانی هم هست، به این آیت دینی رو اومده اونجا، شیطانی رو پیدا میکنه مجسمش، شیطان روحش آزاد میشه، حمله میکنه، میاد میره توی یکی از شهرهای امریکا، یک دختر رو تسخیر میکنه که اصلا ماجرا خیلی عجیب و واقعا هم زیبا تصویر کردن. گردن این سر این دختر 180 درجه کامل 360 درجه میچرخه، گردنش اینجوری میچرخه دوباره، ببخشید 180 درجه 360 درجه میچرخه، دوباره میاد سر جای اولش 180 درجه میچرخه. چی صحنه عجیب غریب، صداگذاری خیلی عجیب غریب. زمانی که این فیلمو داد بیرون چند ماه بعد امریکا به عراق حمله کرد. از این چی استخراج میکنی؟ چه استدلالی شما میکنی؟ شیطانی که از عراق اومده بیرون حمله کرده به امریکا. ببین نکته جالبیه، شیطون یا اصلا یه مثال دیگه، دشمنو اگه تو لونه نزنی تو کجا باید بزنی؟ تو خونه. دشمن اگه تو لونش نزنی یا تو خونت باید میجنگه. میگه نگاه کن اینجا مظهر سرزمین شیاطینه، عدلی هم دست میذاره رو نینوا که کلی بار معنایی داره. از اونجا شیطان آمده حمله کرده، میگه برو. اصلا شما میبینی یک فرد امریکایی یا یک کسی که این فیلمو دیده، اصلا وقتی امریکا حمله میکنه به عراق ناخودآگاه خوشش میاد که امریکا حمله کرده به عراق. چرا؟ چون تو ناخودآگاه این نشسته، این سرزمین سرزمین شیاطینه. در فیلم دیگری که روز استقلال ساخت، همین آقای رولند امریش ساخت اینو، اصلا عجیب غریبیه، فیلم میسازه 5 سال بعد اتفاق میفته، مشخص کاملا در ارتباط با این گردانندگان صهیونیسته، بهش میگن برو تو آماده سازی ذهنی بکن. فیلم که وقتی میاد اون موجودات فضایی حمله میکنن، میدونید چه روزیه دیگه؟ روز استقلال، روزی که دارن جشن میگیرن استقلال ایالات متحده را، موجودات وحشی فضایی حمله میکنن. اولین جایی که میشینن تو کره زمین تو عراق. باز شما میبینید بعد این فیلم حمله به عراق صورت میگیره. خب این اتفاقیه. چند تا فیلم، من که 11 تا فیلمو فقط توی حوزه آخر زمان شماردین، 11 تا اینها حمله صورت گرفته، برجای دوقلو زده شده. مثلا اینا علم غیب داشتن. شاید شما بگی آقا نیویورک این برجای دوقلو تو چشه، یکی بخواد نیویورکو بزنه اول برجای دوقلو. این همه شهر چرا فقط نیویورکو میزنن؟ پایتخت امریکا نیویورک نیستش که، واشنگتنه. دو، چرا مجسمه آزادی رو نمیزنن؟ اون که بیشتر نماد امریکاست که. نه انگار همه چی هماهنگ شده بوده.
مورد بعدی، حالا این فیلماش هم بگم، جنگیر 1 و 2 و 3، مسیح طالع نحس که خیلی فیلم عجیب غریبی بود، پایان روزگار، اومگا 2، روز رستاخیز. در خود فیلم اومگا کد 2، رئیس جمهور امریکا میشه منجی، خودش رسما میاد با دجال میجنگه. جالب بدونید دجال روی تانکاش پرچمش زده شده، سبز، سفید، قرمز. بعد نیروهای امریکایی که در کمک دارن میکنن به این رئیس جمهور، یه تن خودش اومده میجنگه، یعنی وسط میدونه، فرمانده است، رو زمین لباس داره میجنگه، دقیقا یونیفرم سربازای امریکایی که بعدن حمله میکنن به عراق و افغانستان تن ایناست. آقا آخر میتونه اینا از بین ببره، قیافه های اونا هم همین یه جوری کار شده، نکات شرقی داره حالا به کنار. بعد حضرت مسیح ظهور میکنه، میگه آقا این مسلمونا، این یک سردمداری همین ایران، میخوان یه فتنه بکنن، من رئیس جمهور آمریکا باید برم بزنم تا مسیح بیاد. بعد شما میبینیم میاد میشه آقای جورج بوش. جورج بوش رسما اعلام کرد، گفت جنگ ما با مسلمونا، با عراقیا، جنگ های صلیبیه. تو جنگ های صلیبی غربیا با مسلمونا جنگ. حرفش میدونی یعنی چی؟ یعنی من با عراقیا نمیجنگم، من با مسلمونا دارم میجنگم. هر کی که اسلام داشته باشه مشکل داره. اینا فیلم ها ساخته شده. آخرالزمان بعدی آخرالزمان تخیلیه. یک گودزیلای یویی از زیر زمین میزنه بیرون، ماشاءالله اندازه برج میلاد. میاد و حالا کی؟ باز دوباره یک منجی، اونم بگید باز امریکایی، باید اینا گودزیلا، دایناسور، نمیدونم یه هشپای خیلی گنده ای، یه کوسه که کشتی قورت میده. یه چیزای عجیب غریبی، خب اینا وجود نداره، تخیلیه، اینا خیاله، وهمه. اصلا هنر سینما اینه دیگه، تخیل تو رو میاد برات میسازه، وحشت رو میتونه قشنگ به جلو چشت بیاره، چون ببینی بترسی. فیلم ترساک نگاه میکنه، طرف میره سینما جیغ میکشه میاد بیرون عشق میکنه، میگه رفتم کلی ترسیدم. نمیدونم مولا دهه 80 امریکا اوج این بحث هاست. اصلا اسمش گذاشته بودن دهه هیولاها در هالیوود. فقط جک و جونور اینا میساختن فیلم. جک و جونور درست حسابی هم نبود که، این جونوره که ما میبینیم، بزرگ، هیولا، قول، همسال هم. مثال مجموعه چارگانه بیگانه، سگانه پارک جوراسیک، این چی کارگردانه اینا رو ساختن؟ کلی یک کانتینر پشت سر خودشون فقط عنوان و جایزه میکشن. دوگانه شکارچی، اینا همش شما این نکته رو میبینید. در دهه 90 این هیولاها آروم آروم تبدیل میشن به آدم، یعنی اون کسی که حمله میکنه آدمه، داره یه اتفاقایی میفته. که اینا کیان؟ تروریستای مسلمونن. یه حسن نامیه بمب ورداشته رفته توی نیویورک کاشته زیر زمین، میخواد منفجر کنه. اون هرپیشه همین آی پوارو، همین نقش مسلمانه، اسم حسن، رفته بمب اتمی رو گذاشته، میخوان توی زیرزمینی مثل این چاله هستش که ماشین میره روش وای میسته توی مکانیکی، بمبو میخوان بذارن اون توش، روش سیمان بریزن بعد منفجر کنن نیویورکو. بمبو با خودشون بردن اونجا. آقا اینجا منجیه، با زور امریکایی میاد همه رو نجات میده. یه جوری هم مسلمان ها نشون میدن که آدم، خود مسلمان نگاه میکنه بیزار میشه. مجموعه دلتا فورس، تصمیم عملی، دروغهای واقعی، فیلم حکومت نظامی ادوارد زوئیک و غیره. اصلا یه چیزی به شما بگم، غربیا خیلی دشمن رو دوست دارن، همیشه باید دشمن داشته باشن، یعنی تا دشمن داشته باشن میتونن اقدامات خبیثانه خودشون رو توجیه بکنن. یه مدت دشمن کی شد؟ آلمانیا. چرا؟ چون یهودی کشی کرده بودن، چون جریان جنگ جهانی دوم هیتلر اونجوری بود و بحثاش، تا میتونستن فیلمی ساختن علیه این آلمانیا. اصلا یادتون باشه یک برهه‌ای بوده فقط فیلمای جنگی جنگ جهانی اول و دوم نشون میدادن، عمدتاً جنگ جهانی دوم. بعد دیدن نه تموم شدون، اومدن علیه کمونیستا ساختن جنگ سرد، فیلمای جیمز باند. چرا چه امریکایی بسن چه انگلیسی، غربیاتون سنگری که خودشون بودن. بعد دیدن نه بابا شوروی مثلا فرو پاشید، حالا دنبال جد دشمن جدید میگردن. مسلمونا دهه 90 اوج برخورد با مسلموناست. اخیراً که باز تو مسلمونا ویژه رفتن سراغ شیعیا. تو فیلمای جدید اینها که من بنده بررسی کردم نگاه میکنم، میبینم گزاره‌های شیعی داره مطرح میشه دیگه.
مثلا اذان پخش میشه اشهد ان امیرالمومنین علی ولی الله داره، یا مثلا خدمت شما عرض بکنم اسم اون سردسته تروریست اسمش علیه، تا حالا اینجوری اسمای اینا استفاده نمی‌کردن. یعنی رسیده به این که اونی که اصل کاری باید زدش اینه، باید با این برخورد کرد. فیلمشون دیگه، من که نساختم اونا ساختن، بحث رو برید سراغ اونا. از 2000 به بعد این بحث دشمنی با مسلمان ها جدی شد. از سال 2000 به بعد نیاز داشتن دیگه، چون میخواستن 2001 و 2003 حمله کنن به کشور اسلامی. داشت آماده سازی ذهنی میکرد، دهه 90 قشنگ آماده کرد ذهنو، 2000 به بعد شروع کرد به قولی ملاتشو بیشتر کرد. اینها از من و شما بهتر آمار گرایش به اسلام رو دارن. بعد از جریان 11 سپتامبر خیلی از غربی ها مسلمان شدن. ببینید چرا؟ برای اینکه اینا میگفتن بذار ببینیم قرآن چی داره که اینا به اینا میگه برید حمله کنید. میرفتن میخوندن مسلمان میشدن. میدن نه اصلا اسلام نگفتم چیکار بکنید. این کار خود ایناست. بیشترین گرایش در امریکا و غرب به اسلام در میان ادیانی که وجود داره. تا جایی که یک کشیش آلمانی در مقابل کلیسا با الکل خودشو سوزوند. آتش زد در اعتراض به گرایش به اسلام. مردم میرفتن ببینن چیه. و جالب بدونید عمده کسایی هم که باز مسلمان میشن در بین اینها بیشتر زنها هستن، خانومها هستن. خانومها از مردها آمار اسلام آوردنشون بیشتره. از 2011 به بعد که عرض کردم دیگه خیلی شیوه شکل خاص خودشو گرفت و واقعا شیطنت های اینها بسیار بسیار جدی شروع شد و تونستن شروع کنن آرام آرام یک سری بحث ها رو جا انداختن. مورد بعدی آخرالزمان اسطوره‌ایه. یه موجوداتی از اعماق اسطوره ها و تاریخ کهن میان بیرون، شروع میکنن بیچاره کردن، یکی باید بدوز نجات بده. مثل مومیایی 1 و 2 و 3 که واقعا فیلم های خیلی قویه. یعنی به لحاظ جلوه‌ای ویژه شما نگاه میکنه آدم میگیره، سحر میکنه، آدم میخکوب میکنه. ارباب حلقه ها، نارنیا و امثال هم که زیادن. مورد ششم که از 2000 و به جور میشیم بگن 2005 تا 2007 به بعد خیلی قدرت گرفته، آخرالزمان مستنده. دیگه تخیلی نیست، مثلا فیلم مستنده. میان یه کارشناس تورات رو میذارن، یه کارشناس نجوم میذارن، یه کارشناس زبانشناسی میان، میگن آقا 2012 میخواد خراب بشه. بعد میگه بله نوستراداموس اینجوری گفته، فلان اینجوری گفته. یعنی بحثو شکل علمی بهش میدن. اینا همش مزخرفات. این نوعش خطرناکتره چون وجهه علمی دارن بهش میدن. چند تا اینا مستند ساختن در مورد همین 2012 که میگفت علمی آقا شهاب سنگی داره میاد، سرعتش اینقدر ما نمیتونی باش برخورد، وقتی بخوره اینجوری میشه، فلان میشه، به همان میشه. کلی اومدن این بحثو جا انداختن بین مردم. این بعد از 2005 یا 2007 به بعد عملا این نوع از مستندسازی مد نظر قرار گرفته. نکاتی که این فیلم ها دارن در مورد آخرالزمان و معرفی آخرالزمان ما اینه که این یک، همیشه یه عامل تهدید وجود داره که غربو تهدید میکنه. یعنی یه دشمنی هست، یه بار فضاییه، یه بار شهاب سنگه که اخیراً گفتم شدن مسلمان ها، علل خصوص شیعیان با محوریت ایران. توی همین ترانسفورمرز جدیدش شما دیدید دیگه، اینا اصلا باید برن اون موجودات آدم آهنیایی که میان هستن، شما اگه دقت بکنید اصلا زدن پایگاه اتمی بوشهر مد نظره و پرچم ایرانو سر و ته این ماشینای دیپلماتیک و ماشینه وزارت خارجه رو دیدید یا نه، دو تا پرچم هر کشوری رو روی گوشه های ماشین میزنن. یعنی پرچم ایران رو برعکس گذاشتن. دو، مردم آمریکا و تمدن امریکایی سرآمده. جبهه خیر همیشه غربیان. مثلا شما میبینی توی فیلم 10000 سال قبل از میلاد که اونم بازی فیلم با جلوه ویژه خیلی قویه، میبینید یه نفر از غرب باید بلند بشه از اروپا با چشای آبی بره مصری ها رو نجات بده برگرد. یعنی ببین یه چیزی به شما بگم، منجی از ماست، فکرش هم نکنید، فقط شما جبهه شرید. سه، بقیه تمدن ها تهدیدگرن. مظهر و شکل اصلی تهدید همینان، اینا باید از بین برن، اینا وجودشون خطرناکه. ما به خاطر دموکراسی که داریم مجبور شدیم اینا رو تحمل بکنیم. چهار، همیشه پایان کار با درایت غربی ها علی خصوص امریکایی هاست که ختم به خیر میشه. اگه اینا نبودن بیچاره بودیم. رئیس جمهورشون نشون میده اتاق
اون شورای تامینشون رو تشکیل داده، آقا دارن بررسی میکنن چیکار کنیم چیکار نکنیم فلان امثال هم، که این ماجرا رو حلش بکنیم. ببینید چقدر به فکر مردمه. تو همین فیلم 2012 شما ببینید رئیس جمهورش چقدر داره میدوه و اصلا امریکا رو هم ترک نمیکنه، میمونه تا با مردمش بمیره. یک نگاه ملی میدن به اینها. مورد بعدی اینه که منشأ بدی ها خصوصا مسلمان ها هستن. مورد بعدی اینه که منجی که توی این فیلم ها هست میکشه این مردم خودش رو میبره به سمت ارض موعود. آرام آرام از یک در دهه اخیر هالیوود شروع کرد ارض موعود رو رسما معرفی کردن. مثلا در فیلم ماتریکس 2 شما میبینید مورفیوس رسما میاد میگه زایون، This is the Zion. میگه اینجا ارض مقدسه، زایون یعنی صهیون. میگه ما باید این اتفاق اینجا رو باید بگیریم. هر کسی بیت المقدس دستش باشه پیروز آخر الزمانه. پس وجود اسرائیل تایید میشه. آی غربیا، آی مردم، بذارید اسرائیل اونجا از خودمونه، اون باشه اونجا، دست مسلمان نیفته. عیسی اگه بخواد ظهور بکنه، حضرت مسیح علیه السلام، او میاد اونجا حکومت میخواد تشکیل بده. نه باید دست مسلمان باشه، باید دست خودیا باشه، کسی که تورات قبول داره. امثال هم مکان وقوع عمدتاً شما میبینید تو امریکاست. یعنی اگه سیل میاد تو امریکاه، اول شروع از امریکا نشون میده که اون بیچارگی مردم امریکا رو گرفته. خب همه اینها شما نگاه میکنید مردم دنیا و علل خصوص مردم امریکا راضی به این کرد که مسلمان ها باید بین برن، باشون باید برخورد بشه. خیلی جالبه اینا همیشه تو این فیلم ها نشون میدن اولین کسی که ضربه میخوره اونان و اولین کسی که ضربه میزنه این جبهه شرن. یعنی ابتدا به ساکن جنگو شروع نمیکنن. مثلا شما سر این جریان جوک 11 سپتامبر، مسخره 11 سپتامبر، آقای جورج بوش رفته از یه مدرسه سرک بکشه، داره کتاب داستان این بچه‌ها رو نگاه می‌کنه، کتاب مشقشون و دفتر مشقشون و کتاب داستانشون چیه داره نگاه می‌کنه، یوهی میان در گوشش میگن آقا برج 11 سپتامبر، برج ورلد ترید سنتر، تجارت جهانی رو زدن. بعد جالب اینجاست که جورج بوش کتاب اصلا سر و ته گرفته داره نگاه می‌کنه، ببینید جلدش سر و ته، یعنی اصلا حواس این آدم پرته، منتظره که این خبر بهش بدن. یک بن لادنی که همیشه به نفع امریکا کار کرد، شما یک بار دیدین بن لادن یه حمله به اسرائیل بکنه؟ القاعده یک گلوله به اسرائیل زده، این وهابی یه فوش داره به اسرائیل دادن، گلولم نمیخوام بزنن. بلکه تا میبینید مثلا جورج بوش میخواست رأی بیاره، بن لادن یه حمله جدید میکرد یا یه تهدید جدید میکرد یا یه گروه از امریکایی‌ها رو میکشت. بعد جورج بوش میگفت ببین من باید در افغانستان باشم، من نباشم ببینن چیکار میکنن. گفتم آبا دوباره یه دور دیگه بده رأی میدیم. فشارها رو اوباما زیاد شد، گفتن آقا بن لادن رو گرفتیم کشتیم، ما که ندیدیمش. یه نکته اینجا میگم، نکته خاصه، شاید هم عمومی گفتنش زیاد صلاح نباشه، اما اینو به شما بگم، اینها به نظر شخصی خودم میگم، با هیچ کی کار ندارم، اینها دنبال رو کردن یه منجی هن. یعنی وقتی خیلی کشش دادن اینجوری کردن، اینا اون منجی رو هم رو خواهند کرد، یعنی یه فردی رو معرفی خواهند کرد، این همون مسیح برگشته. من در این که اینها دارن کار میکنن روی یک فردی که به عنوان منجی ارائهش بکنن شک ندارم. تأکید جدی بر شرقی ندانستن منجی داره میشه، که این منجی به هیچ وجه اهل شرق نیست، قطعا خودیه، این طرفیه، و برعکس دقیقا ضد منجی یا ضد مسیح اون طرفیه. به عنوان مثال یک فیلمی ساختن به عنوان پیشگوی نوستراداموس 30 سال پیش، توی این فیلم 27 سال پیش، توی این فیلم یک پیشگوی از نوستراداموس میگه، ببینید شما اینو بخونید چی به یادتون میفته. شاهزاده شرقی ظهور خواهد کرد، ببخشید عذر میخوام، شاهزاده عرب ظهور خواهد کرد، از آسمان می آید و در زمین وحشت می پراکند. یک فردی از اعراب که منتظرشن، از آسمان میاد رو زمین، وحشت رو کل زمین گسترش میده. از اتحاد او با کشورهای شرقی علیه غرب جنگ آرماگدون یا جنگ آخر الزمان تشکیل خواهد شد. و توی اون فیلم نشون میده که موشک‌های اتمی رو میزنه به نیویورک، و جالب اون موقع 30 سال پیش یکی از این موشک‌های اتمی دقیقاً میخوره اول به همین محل برجای دوقلو دوباره. یعنی یک شاهزاده، یکی که عرب نژادش از اعرابه و منتظرشن مسلمونا و میگن نیست، رفته به آسمان‌ها، رفته دوباره برمیگرد. شما اینو تو فیلم‌هاش امام زمان هم حتی نشون دادن.
یک فردی عمامه لاجوردی آبی به تن داشت، انگشتر اسلامی به تن، عبا به تن، بعد دستور حمله اتمی به نیویورک رو میده. موشکا وقتی میاد بالا روش یه دونه آرم هلاله نماد اسلامی، کنارش یه دونه داس و چکش نماد کمونیسم. یعنی قشنگ اون کمونیستایی که ما غربی باش میجنگیدیم حالا اومدن به سمت شدن مسلمونا، اینا رو باید باشون بجنگید. نه تو روشون شده اینجوری ورود پیدا کردن. یه چیز عجیب به شما بگم، تولد آنتی کرایست، آنتی کرایست ریشه دینی داره، آنتی یعنی زد، کرایست یعنی مسیح، آنتی کرایست یعنی ضد مسیح، ضد مسیح رهبر نیروهای شر در آخر الزمان تو کتابای دینی اینا، مخصوصا مکاشفات یوحنا. تو فیلم 300 شما به وضوح دیدید یه فیلم ضد تمام قد ضد ایرانی، اینو ضد ایرانی بودنشو خیلی مطرح شد، اما ضد منجی بودنش و ضد فضای آخر زمانی و مهدوی بودنش خوب طرح نشد. توی این فیلم شما میبینید که یکی از این یونانی ها وایستاده، یک فردی سوار بر اسب سفید میاد گردن اینو میزنه میره تو آخر فیلم دیگه بر نمیگرده. اون یکی سوار بر اسب سفید فلان، اصلا اینا The Sword of Islam، شمشیر اسلام فیلم ساختن از قدیم اینا تعریزی. ببین عزیز من، اینا بر مبنای پیشگویی هایی دارن که دارن، بر مبنای همون اعتقاداتی که دارن در این که امام زمانی هست و ظهور خواهد که شک ندارن، به هیچ وجه شک ندارن. من اگه قبلا به خودم میگفتم شاید اینا اعتقاد ندارن، دارن مسخره میکنن، دارن میزنن، اما به این نتیجه رسیدم نه خیر، اینا داره تبیین میکنه. تو شبکه فاکس نیوز این مجری صهیونیست هشدار میداد، میگفت این بیداری اسلامی منجر خواهد شد به ظهور 12 امام، امام 12، به هوش باشید. بعد جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا رو نشون میداد که یه مصاحبه‌ای داشت میکرد، میگفت من از بیداری اسلامی در مصر نگران نیستم. بعد مسخره میکرد جیمی کارتر رو، میگفتش که چی نگران نیستی؟ این منجر خواهد شد به ظهور. بعد تصاویری از رهبر به رئیس جمهور ایران که آقا اینا دارن شرایط آماده میکنن برای ظهور او. بعد یک سری مزخرفات و دریوریا که مثلا احمدی نژاد 27 میلیون دلار پول خرج کرده که یه مسجدی رو دارن درست میکنن، یه خط راهن دارن میزنن اون مسجدی که امام زمان تو چاهشه، به خدا طرف میاد صاف جلو چشت میلیون ها بیننده توی برنامه زنده همینجوری میگین، همینجوری صاف میاد میگن چی بگی؟ کی گفت امام زمان تو چاه؟ این حرف چی؟ هیچ کدوم هم مبنا نداره، یه دروغه، دروغ دارید میبن. هوشیاری من و شما رو میطلبه. مورد بعدی ذهنیت سازی برای تخریب بیت المقدسه. عرض کردم تو ماتریکس 2، توی طالع نحس 2 بحث میشه که دیگه آقا اینجا عرض موعود اینجاست باید خالی بشه. مسلمونا این نعوذ بالله ببخشید عظمها موجودات نجس رو باید اینجا نخ بیرون. اینجا مال ماه. نکته آخری که باید خدمت شما عرض بکنم اینه که توی این فیلم هایی که هالیوود داره میسازه در حوزه آخر الزمان اثری از خدا نیست. تمام اومانیستیه. اومانیستی یعنی انسان محوره، اونی که نجات میده انسان یا آدمه، اصلا خدای وسط هیچ چینی. اصلا خدا رو زیر سوال هم میبرم. مثلا تو فیلم تایتانیک اون فردی که روی عرش تایتانیکه در مورد این تایتانیک داره توضیح میده که چقدر کشتی خوبیه، بزرگیه، امکان غرق شدنش، میگه این کشتی خدام نمیتونه غرق کنه. یعنی ما با تکیه بر علم و دانش از خدا عبور کردیم. خب شما برید ببینید، برید تورات کتاب سفر پیدایش کتاب اولش رو شما بخونید، میگه که آقا انسان دسترسی پیدا کرده به علم، یکی دیگه هم مونده جاودانگی، اگر به جاودانگی هم برسونه خدا هم نمیتونه انسان رو نابود کنه، نعوذ بالله. مثل تحریف های جدی اینا هم بر این مبنا یه فیلم میسازن، بر مبنا همین عقاید باطل. اما شرط اصلی ظهور فقط و فقط یک چیزه، یک چیز ولا غیر، بقیه حواشیه. این که انسانهایی بخوان بگن غلط کردیم، خدای نفهمیدیم، نمیدونستیم لازم. خدا من تو همین تو مشهد بحث کردم حفلای ظهور رو، خدا ببین خدا عجله نداره، من شما عجله نداره، میگه تو 4000 سال دیگه فکر میکنی خودت میتونی دنیا تو بچرخونی، بچرخون، من حرفی ندارم. اما وقتی به این نتیجه رسیدی گفتی غلط کردم دیگه نمیتونم، اون موقع علیمون به ذات صدورم، یعنی ته دلاتونو میبینم، ببینم راست میگید پاش وای میسید، اون موقع میفرستم. 11 تا امامو فرستادم کشتی، شهید کردی. تو دانود به شما هم میگه عین الحسن و عین الحسین، یعنی چی؟ یعنی امام حسن و امام حسین داشتم. خدا وکیلی
دنیا یک بار اصلا تا حالا دنیا شکل عدالت امیرالمومنین به خودش دیده؟ مطلقا همچین عدالتی دنیا به تاریخ در کل تاریخ چشم خودش هم مخیلش هم نگنجیده. عدالتی که امیرالمومنین و حضرت رسول به وجود آوردن، آقا پر ارزن اینور اونور نمی‌شده. برادرش اومده میگفت آقا من پول یه خورده قرض بده، آتیش گرفته سمتش. امیرالمومنینی که رو خاک میشه، اسمش شده ابو تراب، کسی که نون جو میخورده، نون و نمک میخورده برای اینکه مردم فقیر رو درک بکنه. یک بار این شیرینی رفته زیر زبونمون چشیده شده. همه آقا امام رضایی که الان اینجا ما افتخار میکنیم، ما ایرانی ها که ملجع شریفشون اینجا هست، بارگاه مبارکشون اینجا هست، شعار شیعه و سنی عزیز من این بود بعد از دیدن خلافت امیرالمومنین الرضا من آل محمد. ما فقط راضی هستیم یک نفر از اهل بیت پیغمبر بیاد خلیفه بشه، چون یک بار دیده بودن خلافت امیرالمومنین رو، عدالتش رو دیده بودن. اصلا مأمون برای اینکه این مخالفین رو خفه بکنه، ساکتشون بکنه، اومد گفت باشه بیا اینم خلیفه، که امام نپذیرفت خلافت رو، گفت ولیعهد کنار ساکت بکنه. ببینید یهود شیرینی حکومت عدل سلیمان نبی رو دیده، دینیش هم بذاری کنار تاریخی دیده. تو تاریخ یه سلیمان پیغمبری اومد یه حکومتی به وجود آورد عالی، ما یهودی ها فلان، تازه حکومتی هم که شکل گرفته بوده تنها بر یک ششم خاورمیانه کنونی بوده، تخمین هایی که زده میشه دیده. به خاطر همین در به در دنبال اینه که یک بار دیگه بره تو بیت المقدس معبد سلیمان بسازه، کینگ سلیمان رو بیاره سر کار، پادشاه سلیمان بیاردش سر کار. ما که شیرینی حکومت اهل بیت رو چشیدیم، ما اینجا باید شل بشینیم؟ خونها ریخته شده، 1400 سال جریان تشیع مخفیانه خودش رو گسترش داد. حجاج ابن یوسف این ملعون شیعه ها رو باهاشون خونه می ساخت، می کش لا دیوار کار می کرد اینا رو، از سر شیعیان قطع می کرد می زاشت لا دیوار کار می کرد. مواردی بوده که مثلا اینها یکی از مثلا مبارزین شیعی رو تا یک سال پیکرش گذاشتن روی یه دروازه همینجور آویزون بوده، دروازه شهر، تا مایه عبرت بقیه بشه. خونها ریخته شده، ما 11 امامون شهید شده که این حکومت به وقوع بپیونده. در کتاب حضرت سلیمان، غزل غزلهای سلیمان، این هدیه بهتون میدم، باب 16 آیه 5، حضرت سلیمان و یا برخی میگن زن حضرت سلیمان داره صحبت میکنه، حالا فرقی نمیکنه، مضمون چیزی هنوز که هنوز مونده با وجود تحریف. خیلی عجیبه، من عبری اینو رجوع کردم، حداقل به 4-5 مدل ترجمه عهد عتیق رجوع کردم، ان شاءالله کتاب خواهد شد. توی اونجا شما میری میبینی که حضرت داره از یک فردی صحبت میکنه که به دختران اورشلیم بزن، خودمونی بگیم، میگه بزنید کنار در مقابل او. وقتی داره لفظ میبره عین لفظ اینه، تو زبان عبری ایمی که آخر اسما میاد نشانه بزرگیه، مثلا الوهیم یعنی خدای بزرگ، یهوه بزرگ. یعنی شما الان برید توی گوگل ترنسلیت هستن یا ترجمه های دیگه که خودتون دارید، بنویسید الوه عبری، بنویسید می نویسه خدا، الوهیم هم بنویسید می نویسه خدا، مثل اللهمه خودمون. اینجا به معنی بزرگ بودنه. شما رسماً لفظ محمدیم رو میبینید که حضرت سلیمان داره عاشقانه در موردش صحبت میکنه. جالبه اینو به شما بگم، این لفظ رو حضرت سلیمان یه جوری عجیب استفاده کرده، میم ه میم دال ایم، اون ایم یعنی بزرگی، یعنی چجوری گفته میم ه میم دال، که اصلا این نوع تلفظ نام مبارکی کیست؟ آقا صاحب الزمان. اینا دارن تو کتاباشون، اینا خبر دارن. من صدای خاخام یهودی تو اسرائیل دارم که داره این آیه رو به عبری میخونه، به اینجا که میرسه قشنگ میگه محمدیم، قشنگ میگه. اما شما میرید تو ترجمهاش براشون دستکاری کردن، یعنی کسی که فارسی میخونه دیگه اونو نمیبینه، بعد عبری بلد بشه، عبری زبان یهودی هست. اینا دارن عزیز من. این که از اسماعیل 12 امام پدید خواهد اومد، سفر پیدایش باب 17 آیه 21 و 22 هست. این که اینا کثیر خواهند شد هست.
این که در مزمور 149 حضرت داوود او میاد در حالی که شمشیر دو دمه در دست داره هست. شمشیر دو دمه چیه؟ او خبر داره. من و تو اینجا باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم، شروع کنیم به کار کردن. اول باید خودمون رو درست بکنیم، اول باید خودمون رو درست بکنیم، آدم بشین. من خودمونی دارم میگم. آروم آروم گناهامونو ترک بکنیم، به همدیگه احترام بذاریم. با دزدی و رشوه و اینجور چیزا نمیشه به امام زمان رسید. با مال مردم خوری نمیشه، با بی تفاوتی به احکام دین نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من یه دینی رو قبول ندارم، احکامش اجرا نمیکنم، اما امام اون دین رو قبول دارم. او به درد خودت میخوره. شروع بکنیم. ببینید، ما اگر به جنبی میتونیم ظهور رو ببینیم. ما وقت تعیین نمیکنیم، چون خود به ما یاد دادن تو دعای عهد میگیم انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. ما اونا دور میبینن، ما نزدیک میبینیم. کسی که ظهور رو نزدیک میبینه اینجوری شلووله. یا دایی شما به شما زنگ میزنه، خالتون زنگ میزنه، یه مهمونی میگه آقا ما رسیدیم سر کوچه‌تونیم، بی خبر میخوان سورپرایزتون کنن، دارن میان مهمون. آقا یکی متکا رو برمی‌داره، یکی سینی چای رو برمی‌داره، یکی فقط خونه رو ماسمالیزیشن بکنن ظاهرشو، مثلا بری پشت پرده رو بزنی که اینا ببینن اوه ریخ همه چی. خب آباد خودمون آماده بکنیم یا نه؟ میگه نزدیکه، پشت در امام زمان. ببین خیلی ها بودن سوختن از زمان غیبت امام زمان تا الان. سوختن یعنی چی؟ یعنی هیچی ندیدن. ما میتونیم رو این پیچ تاریخی ظهور رو ببینیم خودمون، به شرطی که بجنبیم. شرط اصلی ظهور من و توییم، من و شماییم. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. تجربه جالب بود برای ما اینجا سخنرانی کردن. امیدوارم که بتون خوش بگذره. سلامتی خودتون، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان. اول یه سلامت درست حسابی بفرستید، بعدش هم یه کف مرتب به افتخار امام زمان خودتون بزنید.